بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدان‌پناه و همراهی همکارانم با شما هستیم. حمید نوری پس از انقلاب 57 در سمت کارمند دادستانی کار میکرد. او با نام مستعار حمید عباسی شناخته میشد. در دوره اون بیش از 2700 و به روایتی دیگر بیش از 5000 تن از مخالفان جمهوری اسلامی از جناح‌های گوناگون اعدام شدند. گفته میشه وی از نزدیکان ابراهیم رئیسی و یکی از مسئولین هیئت اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج بوده. او متهم به همکاری در آزار، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در جریان کشتار جمعی سال 67 در اوین و گوهردشت نقش مستقیم و فعال داشته. حمید نوری با رد این اتهامات تاکید کرده که اشتباهی و به جای شخص دیگری بازداشت شده. حمید نوری در روز شنبه 9 نوامبر 2019 پس از پرواز از تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم آرلاندا با حکم دادسرای این کشور بازداشت موقت شد. دادستانی سوئد در نخستین گام در روز چهارشنبه قرار بازداشت او به مدت یک ماه رو صادر کرد. پس از تمدید قرار بازداشت، حمید نوری این خبر به تیتر نخست همه رسانه‌های سوئد تبدیل شد. در 8 ژانویه 2020 این قرار بازداشت تا 5 فوریه 2020 تمدید شد. بازداشت حمید نوری نخستین مورد از بازداشت یکی از اعضای هیئت مرگ کشتارهای سال 67 در خارج از مرزهای ایران است. در این خصوص گفتگوی داریم با جناب حسن نایب کاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر. ضمن خوش آمدگویی به میهمان برنامه، ممنون که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنون از دعوتتون. ممنون. به دلیل زمان محدودی که داریم از اینکه حمید از شما بپرسیم که حمید نوری به چه دلایلی بازداشت شد که فکر میکنم این رو دیگه تقریبا همه میدونن، به عنوان اولین سوال ازتون میپرسم که چقدر احتمال داره که حمید نوری محکوم بشه و دادگاهش در چه تاریخی هست و به چه صورت برگزار میشه؟ بله، به هر حال میدونید که از نوامبر 2019 یعنی حدوداً نزدیک بیش از یک سال و نیم هستش که ایشون در زندان هستن و مدام ماه به ماه قرار زندانشون تمدید میشه، ولی الان دیگه در مراحل آخر بازجویی هستن و قراره که از 10 آگوست یا اوت دادگاه ایشون شروع بشه که البته دادگاه هم طولانی خواهد بود و 9 ماه برنامه ریزی شده فعلا و قاعدتا تا ماه آوریل سال آینده 2022 طول خواهد کشید و مسلمه که تو این دوران بسیاری از شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر مسائل خودشون رو در میان خواهند گذاشت، بازگو خواهند کرد به دادگاه که بر اونها چه گذشت. البته چون ایشون همونجوری که شما فرمودید در زندان گوهردشت بودن، خب مسلماً کسانی که در ارتباط با مشخصاً خود ایشون در زندان گوهردشت نقض حقوق بشر در موردشون صورت گرفته، اونها شاهدان و قربانیان نخستین هستن که به دادگاه شهادت خودشون رو اعلام خواهند کرد. آیا دادگاه علنی هست یا اینکه به صورت، یعنی کسانی هستن که میتونن حضوری شرکت بکنن یا؟ بله، این دادگاه خوشبختانه علنی هست و خب علاوه بر شاهدان و قربانیان که عرض کردم، میتونن مدافعان حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی در کشورهای اروپایی و همچنین خبرنگاران حضور داشته باشن و این امکان خوبی رو میده که به هر حال بشه این رو به صورت جدی پیگیری کرد. تا حد زیادی میشه شبیه دادگاه میکونس دونست این دادگاه رو که نقطه عطفی بود در اون زمان، برای اینکه تا اون موقع خیلی راحت تر به مقاصد خودشون میرسیدن نمایندگان جمهوری اسلامی بعد از ترورهایی که صورت میدادن. بعد از اون خب ترورها در اروپا محدود شد، هرچند که باز هم این اخیراً در سال اخیر ترور وجود داشته ولی که محدودتر شده و خب این دادگاه میتونه نقطه عطف دوم باشه، میتونه در واقع به یک مرحله جدیدی برسونه جامعه دادخواهان رو در تمام دنیا، به شرطی که خب البته طبیعی است که اینطور خواهد بود ولی به صورتی که همه پیگیری بکنن و به هر حال در قاعدتاً هفته
سه جلسه این دادگاه خواهد داشت. در این سه جلسه حضور پیدا بکنن تمام کسانی که میتوانند حضور پیدا کنن، حالا صرفا هم نباید در سوئد باشن، به هر حال به این دادگاه برنامه ریزی بکنن، حضور داشته باشن و هر چه بیشتر منعکس بکنن در هم رسانه های عمومی و همچنین در شبکه های اجتماعی موضوع را. درسته. موضوع سوال بعدی، در واقع میتونم بگم یک نگرانی، اینکه چقدر احتمال هست که به خاطر این مذاکرات برجام یا چیزهای دیگه اتحادیه اروپا حمید نوری رو وجه المصالحه قرار بده و یا به نوعی اونو تبرئه کنه. البته میدونم که قوه قضاییه تو این کشورها مستقل عمل میکنه، اما چون این قضیه سابقه داره، به عنوان مثال جمهوری اسلامی خانم کلیمور گیلبرت رو که اسلام پژوه و استاد دانشگاه بوده که شهروند استرالیایی بریتانیایی بوده به جرم جاسوسی دستگیر میکنه، البته در واقع میتونیم بگیم گروگان میگیره، و بعد ایشون رو با بمبگذارهای خودش در تایلند تعویض میکنه. چقدر ممکنه این همچین اتفاقی بیفته؟ خب هنوز خیلی زوده که از این احتمال بتونیم صحبت بکنیم، برای اینکه خب همونجور که عرض کردم 9 ماه طول میکشه تا اینکه دادگاه روندش طی بشه و بعد از 9 ماه هست که تازه حکم صادر بشه و بعد از اینکه حکم صادر شد شخص زندانی معمولیش رو بکشه، در واقع طی بکنه، و خب تو اون مقطع هست که مسئله مبادله زندانیان میتونه مطرح باشه. به هر حال ما میبینیم در مورد همین موردی که در تایلند بود، مورد تایلند سیستم قضاییش خب به پیشرفتگی سیستم اروپا و به خصوص در اسکاندیناوی نیست. اینکه به هر حال ما میبینیم که در اروپا کشورهایی که خب مستقل‌تر هستن سیستم قضاییشون، دولتشون قوه اجراییه نمیتواند اجبار بکنه قوه قضاییه، اون تسلط رو روش نداره، میتونه خیلی راحتتر در واقع حکم مستقل خودشون رو بدن. برای خیلی زوده که راجع به این صحبت بکنیم و فعلا در برجام صحبت هستش از تبادل زندانیان آمریکایی ایرانی یا بریتانیایی ایرانی و حتی اروپایی ایرانی از اتحادیه اروپا هنوز مطرح نشده، هنوز مطرح نیست، و با کسانی که حالا مثلا تحریم رو نقض کردن از ایرانیانی که در خارج کشور هستن. در مورد آقای نوری حالا خیلی مونده که راجع به این موضوع بشه صحبت کرد. طبیعیه که اگر مدافعان حقوق بشر تلاش خودشون رو نکنن و رسانه ها حرکت نکنن و به هر حال خود دادخواهان، قربانیان و شاهدان تلاش خودشون رو ادامه ندن، خب میتونن دولت ها با هم دیگه به توافقهایی برسن، ولی به نظر میرسه که این حالت محتملی نباشه. ممنون. به عنوان سومین سوال و احتمالا آخرین سوال، همینطور که میدونی اخیراً بیانیه‌ای از ایران توسط خانواده های دادخواه، زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی تنظیم و امضا شده که تا به حال هم به بیش از 500 نفر امضا رسیده که خواست اونها تشکیل کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر جهت بررسی شکایات علیه رئیسی هست. نظرتون در این بیانیه بگید و اهمیت اون، هم در صورتی که میدونیم هم که در واقع حمید نوری آشنایی با رئیسی داشته و در واقع هر دوی اینها در سال 67 میتونیم بگیم که شرکت داشتن کشتار 67. ممنون. بله، خب اولا نخست بر همه اینه که در این جریان دادگاه چه میزان دنی آقای در واقع نوری دادیار ناظر زندان بوده و در واقع اون جزء هیئت مرگ مستقیما نبوده، بلکه در اون هیئت مرگ آقای رئیسی حضور داشته و خب مسلمه که اینا تمجید شما فرموده ارتباط خیلی نزدیکتر داشتن. بستگی داره تو این روند تا چه حد به هر حال نقش آقای رئیسی ارتباطش با آقای نوری بارز بشه، دادگاه این موضوع رو در نظر بگیره. همونجوری که شما فرمودید، خب ابتدا میدونید که خانم کالامارد گزارشگر ویژه قبلی اعدام‌های فراغذایی شتاب زده و خودسرانه و اولین کسی بودش که بعد از اینکه آقای رئیسی انتخاب شد این کمیسیون تحقیق رو خواستار شد. بعد از اون آقای جاوید رحمان در یک مسابقه با رویترز داشتن همچنین چیزی رو مطرح کردن، و همچنین که شما می‌فرمایید خانواده های قربانیان و شاهدان و همچنین
تعداد زیادی از فعالان مدنی داخل کشور و خارج کشور و مدافعان حقوق بشر این خواست رو مطرح میکنن. ما خودمون به هر حال قبل از این ماجرا، البته نه در پیوند تنگاتنگ با این موضوع، بعد از در واقع کشتارهای آبان 98 خواهانیم شدیم که شورای حقوق بشر یک کمیسیون تحقیق رو در وهله اول برای اون کشتار جمعی تشکیل بشه. اینکه این روند که کمیته تحقیق و شورای حقوق بشر تشکیل بشه، خب یه روندیه که قطعا ما هم به سهم خودمون پیگیری خواهیم کرد در روندهایی که شورای حقوق بشر تشکیل میشه. خب یه مقدار کار داره، برای اینکه شورای حقوق بشر ترکیبی داره که گوناگون هست از کشور مناطق مختلف دنیا، و باید کسانی که این چنین قطعنامه‌ای رو مطرح میکنن با قدرت خیلی زیادی وارد عمل بشن. ما یه بار شاهد بودیم که در سال 2011 که برای نخستین بار کرسی گزارشگری ویژه آقای احمد شهید در واقع تمدید شد، بعد از سالها که در واقع نداشتیم همچین کرسی رو، با تلاش به خصوص علاوه بر ما مدافعان حقوق بشر، نماینده ایالات متحده آمریکا در شورا که خب نفوذ جدی داشت، این امر عملی شد. حالا سال دیگه آمریکا دوباره به شورای حقوق بشر برمیگرده. اگر که این اراده وجود داشته باشه در ایالات متحده آمریکا و به هر حال نمایندش در شورای حقوق بشر در پیوند با کشورهای اروپایی و کشورهای خیلی از کشورهای آمریکای لاتین، بعضی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، این امکان وجود داره که چنین قطعنامه‌ای رأی کافی داشته باشه و بر اون مبنا کمیسیون تحقیق که علاوه بر گزارشگری ویژه است. چون بعضی کشورها می‌دونید محدود کشورهایی هستن که گزارشگری ویژه کشوری دارن در دنیا، یعنی وضعیت حقوق بشر در اونها اونقدر بد هست و اونقدر ضایع میشه این حق که احتیاج جامعه جهانی احساس میکنه که باید یک گزارشگر ویژه کشوری علاحده وجود داشته باشه برای این کشورها. و در میان اینها محدود کشورهایی هستن که یک کمیته تحقیق هم علاوه بر اون دارن. به هر حال تلاشی که الان این هست که این کمیته تحقیق تشکیل بشه. مثلا چند وقت پیش در رابطه با اسرائیل ما شاهد بودیم که بعد از این وقایع، همین موضوع یه ماه هم شاید نگذره نرکشه، در واقع وقتی که می‌بینیم که گزارشگر ویژه این کشور یعنی در رابطه با مناطق اشغالی هست، به خاطر اقدامات اخیری که در غزه هست یک کمیته تحقیق خواسته میشه. بنابراین چنین مکانیزمی در شورای حقوق بشر میتواند فعال بشود، ایجاد بشود، به شرطی که خب تمام تمهیدات لازم رو از قبل بشه دید، و به خصوص باید مدافعان حقوق بشر این امکان رو پیدا بکنن که بیشترین لابیگری رو با کشورهایی که عضو شورا هستن انجام بدن، و این به این معنیه که در همه کشورهایی که ایرانیان حضور دارند و به هر حال مدافع حقوق بشر هستند و دادخواه هستن، بتونن تماس بگیرن با نمایندگان این کشورها و اونا رو قانع بکنن که در شورای حقوق بشر رأی درستی رو بدن وقتی که چنین قطعنامه پیشنهاد میشه. درسته، ممنون. پس این بیانیه میتونه مفید باشه، هرچقدر امضاها بیشتر و بیشتر باشه در واقع. برای کمک میکنه، ولی خب روند اینه که اون کشورها رو باید قانع کرد، یعنی به جای امضا باید هرچه برفرض در داخل کشور اگر امکانش رو وجود داشته باشن با سفارت خونه های اون کشورها وارد گفتگو بشن در خارج کشور، به همچنین یعنی صرفا با یک امضا کافی نیست، باید این نمایندگان قانع بشن که در آینده برای پیوند مناسبات با ایران آینده لازم هستش که از الان فکر بکنن که با این حکومت فعلی که چنین شدید نقض حقوق بشر رو مرتکب شده و مرتکب می شود باید چه مناسباتی داشته باشن، مناسباتی که در واقع باید حتما نفی کننده، نقض کننده این حد از مناسبات نزدیک باشه. البته خب کشورهایی هستن که مناسبات خیلی نزدیک دارن با جمهوری اسلامی، طبعا اونها تحت تاثیر قرار نمیگیرن، ولی امکان این که اکثریت شورای حقوق بشر، اعضای شورای حقوق بشر رو بشه در این ارتباط قانونی کرد وجود داره. باید ببینیم که حالا در مجمع عمومی سازمان ملل هم که در ماه اکتبر تا دسامبر جلساتش هست در رابطه با موضوع حقوق بشر از ایران، از در ایران هم از جمله هست، چگونه میشه این اقدامات رو در اونجا به هر حال اون سنگ های اولیه رو در کنار هم چید در این ارتباط.
ممنون. با سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه بودین. ممنون از شما. ممنون از دعوتتون. همراه من باشید با همکارم آسو اسدی و گزارش ویژه امروز. ممنون باهره جان. با سلام خدمت شما بینندگان همیشگی برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. من آسو اسدی هستم با گزارش ویژه‌ای از زندان. صدای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی باشیم. انتقال ارژنگ داوودی به زندان رجای شهر کرج. روز یک شنبه ششم تیر ماه 1400 ارژنگ داوودی به فرعی سالن 10 بند 4 زندان رجای شهر منتقل شد. این زندانی سیاسی 67 ساله در حال گذراندن 18مین سال محکومیت خود می باشد. روز سوم خرداد بعد از 5 سال از زندان زاهدان به زندان رجای شهر انتقال یافت. وی در سال 1395 از زندان رجای شهر کرج به زندان زابل و از آنجا به زندان زاهدان تبعید شده بود. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی بعد از 34 روز نگهداری در قرنطینه زندان رجای شهر کرج 6 تیر ماه 1400 به فرعی سالن 10 بند 4 انتقال یافت. سالن 10 بند 4 محل نگهداری زندانیان سیاسی و فرعی این سالن محل نگهداری زندانیان عقیدتی بهایی می باشد. وی روز سوم خرداد از زندان زاهدان ابتدا به زندان تهران بزرگ و منتقل شد و با عدم پذیرش مدیریت این زندان روبرو شد و از آنجا به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. یک منبع مطلع می گوید که آقای داوودی از شکستگی لگن رنج می برد و همکنون با تکیه به عصا می تواند راه برود. وی زمانی که در زندان زاهدان بوده بر اثر افتادن از پله دچار شکستگی لگن شده و در اثر عدم رسیدگی پزشکی به طور کامل بهبود نیافته است. ممنون. در ادامه با باهره یزدان پناه خواهیم بود. ممنون آسو. در این قسمت می‌پردازیم به بیانیه این که از ایران خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی با خواست تشکیل کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر جهت بررسی شکایات علیه رئیسی امضا کردند. تا کنون بیش از 500 نفر این بیانیه را امضا و حمایت خود را اعلام کردند. شما هم می توانید تا 9 مرداد برابر با 31 جولای در حمایت از مردم معترض به فقر، سرکوب، زندان و اعدام در ایران این بیانیه را به آدرس های تماسی که در پایین صفحه میبینید امضا کنید. اسم و اینکه به چه عنوانی میخواهید معرفی شوید را بنویسید، زیرا بعد از ترجمه و ارسال به سازمان های جهانی مهم است که آنها بدانند چه کسانی این بیانیه را امضا کردند. همکارم نگار نادری اخبار زندانیان سیاسی را در هفته‌ای که گذشت به سمع و نظر شما می‌رساند. ممنون باهره. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته‌ای که گذشت را به اطلاع شما می‌رسانم. بنابر گزارش کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، سهیل عربی زندانی سیاسی آتئیست در زندان رجای شهر کرج از بابت پرونده سازی جدیدی که اخیراً در زندان علیه وی گشوده شده است، روز چهارشنبه 23 تیر ماه طی ابلاغیه کتبی که به منزل پدربزرگ سهیل عربی ارسال شده است، از وی خواسته شده که رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 6 مرداد ماه جهت رسیدگی به اتهامات جدید به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند. علی شریفزاده وکیل مدافع خالد پیرزاده با انتشار یادداشتی در صفحه شخصیش از انتقال ناگهانی موکلش به مکانی نامعلوم خبر داد.
خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، پس از پایان مرخصی استعلاجی در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ به سر می برد. علی شریفزاده ضمن اعلام این خبر، با توجه به سوابق بیماری خالد پیرزاده، از انتقال ناگهانی موکلش ابراز نگرانی کرده و سازمان زندانها را مسئول سلامت او دانسته است. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد و مادر زندانی سیاسی علی نوریزاد، در یک فایل صوتی که روز سه‌شنبه 22 تیر ماه منتشر شده، از اقدام کثیف قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: این روزها متوجه شدم که توبه نامه ای را بردند برای بچه ها به زندان تهران بزرگ و از آنها خواستند که توبه نامه را امضا کنند. همچنین افزود: پسر من به خاطر همدردی با خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراین رفته و یک اعتراضی کرده، او باید توبه کند یا شما که بیگناه اینها را انداخته اید زندان. واقعا شرم‌آور، شما خودتان انسانیت را در خودتان کشتید، حالا می‌خواهید که بچه‌های ما هم به دور از انسانیت بشن و بعد توبه کنند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 پس از بیش از 75 روز بازداشت، در تماسی اعلام کرد که از سوی دادگاه انقلاب به دلیل دادخواهی به 3.5 سال زندان، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده و برای اجرای حکم از بازداشتگاه به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. تام مک کلینتوک با ارسال نامه‌ای به جو بایدن، خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی در خصوص دست داشتن ابراهیم رئیسی در جنایت علیه بشریت در ایران شد. این سناتور جمهوری خواه روز پنجشنبه 23 تیر 1400 با انتشار مطلبی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: این نامه از رئیس جمهور بایدن می‌خواهد تحقیقات بین‌المللی درباره دست داشتن ابراهیم رئیسی در جنایت علیه بشریت در ایران را رهبری کند. 18 سازمان حقوق بشری و مدنی از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی بی‌قید و شرط علیرضا فرشی، فعال سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ شدند. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی، در ادامه با باهره یزدان‌پناه خواهیم بود. ممنون نگار. اعتراضات و اعتصابات همچنان پرقدرت ادامه داره و به سایر اصناف و مراکز گسترش یافته. کارگران پیمانی صنعت نفت کشور از روز شنبه 29 خرداد ماه جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی رو تحت عنوان تخلیه سراسری 20400 راه اندازی کرده و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شده. تا کنون کارگران 105 واحد صنعتی در استانهای مختلف کشور دست از کار کشیده و به اعتصابات پیوستند. کارکنان رسمی صنعت نفت به تازگی اولتیماتوم داده و گفتند که منتظر حضورمان در میدان باشید. روز یک شنبه 27 تیر 1400 کارگران شرکت هفت‌تپه برای ششمین روز متوالی در دور سوم اعتراضات و اعتصابات خود دست به تجمع و راهپیمایی زدند. همینطور کارگران بخش دفع آفات هم در 23 روز از اعتصاب خود به سر می‌برند. کارگران از تجمع کنندگان در صحبت‌های خود بار دیگر بر حمایت از اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت تأکید کردند. شبانگاه 24 تیر پنجشنبه، مردم اهواز، سوسنگرد، ماهشهر، حمیدیه و برخی دیگر از شهرهای خوزستان در اعتراض به بی‌آبی و قطع آب به روی مردم و مزارع دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. در جریان این خیزش شبانه، مردم خوزستان و تظاهرکنندگان برخی از جاده‌های اصلی استان را بستند. همینطور نیروهای امنیتی به معترضینی که جاده ترانزیتی اهواز شوش را بسته بودند شلیک کردند. در روزهای بعد برخی شهرهای دیگر به این راهپیمایی و اعتراض پیوستند. طبق گزارش رسیده، 3 جوان معترض به نامهای مصطفی نعیماوی در شادگان، قاسم خزیری در کوت عبدالله و علی مزرعه در اهواز در جریان اعتراضات گسترده استان خوزستان و در پی تیراندازی نیروهای نظامی کشته شدند.
در پخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز بر همه شما خوش.